پس از پایان آتش بس میان حکومت و طالبان مسلح، شماری از ولایت های حوزه غرب کشور شاهد درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بودند. در جریان حملات این گروه در ولایت های فرا و بادغیس بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و نزدیک به 10 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان این درگیری ها کشته شدند. به این گزارش توجه کنید. شام روز سوم عید سعید فطر آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان در شماری از ولایت های حوزه غرب کشور شکست و درگیری ها میان دو طرف از سر گرفته شد. طالبان بخشهایی از ولایت های فرا را آماج قرار دادند. در جریان این عملیات طالبان بر ولسوالی های اناردره، پشتکوب، پاسگاه های کمربندی این ولایت 5 تن از نیروهای امنیتی جان باختند. مسئولان محلی در ولایت فرا میگویند در این عملیات 3 تن از طالبان مسلح نیز کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. موږ یو ټانک په لاره کې ماین وای چې 3 کسه مو شهیدان سوه، یو کس په پوستی کې شهید سوی، او همداشان د پشت کوپر ولسوالۍ باندې دوی خپل فشارونه ډېر کړل. در همین حال با پایان آتش بس طالبان عملیاتشان را بر ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نیز آغاز کردند. در جریان این عملیات 5 تن از نیروهای امنیتی جانهای خود را از دست دادند. مقامهای پلیس بادغیس میگویند که درگیری ها به پایان رسیده و 4 طالب مسلح نیز کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در ولایت هرات اما از پایان آتش بس تا اکنون هیچ خبری از درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح دولت و دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. مقام های محلی در این ولایت نیز تاکید می کنند که وضعیت امنیتی این ولایت تا هنوز آرام است. تا حالا کدام تهدید آنچنانی برای ما گزارش نشده که ما بخواهیم از او یادآوری کنیم. در ولایت های غور و نیمروز نیز تا هنوز هیچ خبری مبنی بر عملات طالبان پس از پایان آتش بس وجود ندارد.